برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. همزمان با فرا رسیدن دهم محرم، گروه طالبان آنتن‌های تمام شبکه‌های مخابراتی را در غرب کابل قطع کردند. شماری از ساکنان غرب کابل که اکثر ساکنان آن هزاره و شیعیان هستند، روز جمعه 6 مرداد به رسانه‌های محلی گفتند که آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی از صبح زود در این منطقه قطع شده است. گروه طالبان سال گذشته هم در روز دهم محرم آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی را در غرب کابل قطع کرده بودند. طالبان امسال محدودیت‌های بی‌سابقه بر عزاداری محرم در افغانستان وضع کردند. طی چند روز اخیر گروه طالبان ده‌ها تن از عزاداران حسینی را در کابل و استان غزنی مورد ضرب و شتم قرار داده و شماری را هم بازداشت کردند. شورای امنیت سازمان ملل گزارش داد که القاعده با حمایت مقامات بلندپایه طالبان در نهادهای دولتی این گروه نفوذ کرده است. این نهاد وابسته به سازمان ملل در 14 گزارش نظارتی خود بل عملکرد طالبان نوشته است که رابطه بین طالبان و القاعده همچنان نزدیک و بر پایه همزیستی مشترک است. گزارش افزوده که در بیشتر موارد القاعده برای ترویج این روایت طالبان که از خاک افغانستان برای اهداف تروریستی استفاده نمی شود به صورت مخفیانه در این کشور فعالیت می کند. شورای امنیت در گزارش خود تاکید کرده که افغانستان با فعالیت تقریبا 20 گروه تروریستی در این کشور همچنان به عنوان یک مکان مهم برای فعالیت های تروریستی باقی مانده است. مقام ها در تونس می گویند که گارد ساحلی از ابتدای سال 2023 تا کنون 801 پناهجوی غرق شده در آبهای این کشور را کشف کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر کشور تونس این رقم را مرگبارترین سال برای پناهجویان عنوان کرده است. این کشور آفریقایی با موج بی سابقه مهاجرت و رویدادهای دلخراش غرق شدن قایق‌های مهاجران از جنوب صحرای آفریقا که به سمت سواحل ایتالیا حرکت می‌کردند روبرو است. بر اساس اطلاعات بیش از 75,000 پناهجو تا 14 جولای به ایتالیا رسیدند که در مقابل حدود 32,000 مهاجر در زمان مشابه سال گذشته افزایش دو برابری را نشان می‌دهد. وقوع انفجار در منطقه شیعه نشین سید زینب در حومه جنوبی دمشق علاوه بر شهادت تعدادی از مردم عادی باعث وارد آمدن خساراتی گردید. این انفجار در نزدیکی هتل سیدت الشام اتفاق افتاده که یک زن هم در میان شهدای این حمله تروریستی به چشم می‌خورد. خبرگزاری اسوشیت پرس نیز گزارش داده که یک روز مانده به عاشورا ماده منفجره‌ای که در یک تاکسی کار گذاشته شده بود در حومه دمشق در نزدیکی مرقد حضرت زینب سلام الله علیها منفجر شد و تلفات انسانی بر جا گذاشت. وزارت کشور و وزارت بهداشت سوریه به صورت رسمی آمار شهدای این انفجار را 6 نفر اعلام کردند. همچنین 23 نفر نیز در جریان این انفجار تروریستی زخمی شدند که به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منتقل شدند.